Why do you ask? Why do you ask? Why چرا do you یعنی آیا تو این کار انجام میدی Do فعل کمکی برای سوالی کردن اومده ask پرسیدن یا پرسش کردن why do you ask چرا میپرسی چرا سوال میکنی why do you ask why do you ask Do not ask me for money. Don't ask me for money. Do not یعنی انجام نده فعل کمکی برای منفی کردن اومده do not یعنی انجام نده چه کاری رو ask پرسش کردن یا درخواست کردن me از من for برای money پول Don't ask me یعنی از من نپرس یا از من درخواست نکن. for money برای پول Don't ask me for money از من درخواست پول نکن Don't ask me for money Don't ask me for money We need more time We need more time We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن more بیشتر time زمان یا وقت more time یعنی زمان بیشتر we need ما نیاز داریم we need more time ما به زمان بیشتر نیازمندیم we need more time we need more time We need your advice. We need your. Advice. We need ما نیاز داریم. Your مال شما مربوط به شما. Advice یعنی توصیه یا نصیحت. Your advice نصیحت شما. We need ما نیاز داریم. We need your advice. ما به توصیه یا نصیحت شما نیازمندیم. We need your advice. We need your advice. می تو می تو می یعنی مرا من تو یعنی همچنین می تو یعنی من هم همینطور همچنین می تو می تو Do not eat too much. Don't eat too much. Do not eat یعنی نخور eat یعنی خوردن. Do not فعل کمکی به علاوه not برای منفی کردن اومده. Do not eat یعنی نخور. Too much یعنی بسیار زیاد بیش از اندازه. Much یعنی زیاد بسیار. Too much یعنی بیش از اندازه. Don't eat too much. زیاد نخور. بیش از اندازه نخور. Don't eat too much. Don't eat too much. I feel happy. I feel happy. I feel یعنی من حس می کنم، احساس می کنم. Happy خوشحال خورسند. I feel happy من حس خوشحالی می کنم یا من خورسندم امیدواریم که شما هم خورسند و خوشحال باشید I feel happy من خوشحالم من حس خوشحالی می کنم I feel happy I feel happy How do you feel about it? How do you feel about it? How یعنی چگونه Do you آیا شما دو برای سوالی کردن فعل کمکیه Feel احساس کردن حس کردن About در مورد It On About it یعنی در مورد اون اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel یعنی چه حسی داری چه احساسی داری about it در مورد اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel about it? چه حسی نسبت به آن داری؟ چه احساسی نسبت به آن داری؟ How do you feel about it? How do you feel about it? Jack has three brothers. Jack has three brothers. جک آقایی به نام جک هز دارد چرا نگفتیم هف؟ چون جک سوم شخص پس به جای هف میگیم هز جک هز جک دارد ثری سه در مورد تلفظ تی ایچ در ثری دقت بکنید زبونتون زیر نیش دندونهای بالا سعی میکنید بگید سارا میشه سارا مثلا و در اینجا ثری دوستان پس دقت بکنید تیری نیست و دیری هم نیست دقت بکنید three three سه brothers brother یعنی برادر brothers برادرها در مورد تلفظ th در brother باید دقت بکنید تقریبا مثل th در سه اما زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید Z, ز زنبور میشه brother brothers یعنی برادران جک has three brothers جک سه برادر دارد. جک هز ثری برادرز. جک هز ثری برادرز. It is almost three. It's almost three. It is یعنی آنست. Almost تقریباً. Three سه. منظورش ساعته. Almost three یعنی تقریباً سه. It's almost three. ساعت تقریبا سه است. It's almost three. It's almost سه. Emma lives in New York State. Emma lives in New York State. Emma خانومی به نام اما. lives زندگی می کند. دوستان نگفتم leave. live live یعنی زندگی کردن ایش بین ای و ای live یعنی زندگی کردن lives یعنی زندگی می کند in در نیویورک نیویورک که ایالت یا شهر نیویورک state ایالت دقت بکنید تلفظ state استیت نیست اولش ای نداره state یعنی دولت ایالت یا وضعیت یا چگونگی اما lives in نیویورک state Emma در ایالت نیویورک زندگی می کند. Emma lives in New York State. Emma lives in New York State. I am not in a state to drive. I'm not in a state to drive. I am not یعنی yani من نیستم. In در a state یک حالت state در اینجا به معنی حالت یا وضعیت این استیت یعنی در یک حالت to drive که رانندگی کنم drive یعنی راندن یا رانندگی کردن i'm not in a state من در این حالت نیستم در یک حالتی نیستم to drive که رانندگی کنم مثلا یا سرگیجه داره یا حالا خابالوده یا هر اتفاقی که براش افتاده i'm not in a state to drive من در حالتی نیستم که رانندگی کنم. I'm not in a state to drive. I'm not in a state to drive. It is now or never. It's now or never. It is now یعنی الان اکنونه or یا never هرگز It's now or never. یا الان یا هیچ وقت. It's now or never. It's now or never. I never liked math. I never liked math. I never یعنی من هرگز liked گذشته دوست داشتن گذشته like یعنی دوست داشتم خوشم می آمد I never liked منفیش کرده من هرگز دوست نداشتم math ریاضیات I never liked math من هرگز ریاضی را دوست نداشتم I never liked math I never liked math I wanted to become a doctor I wanted to become a doctor. I wanted گذشته I want یعنی من میخواستم. Want یعنی خواستن. و در مورد تلفظ W در want لبهاتون باید حالت بوسه یا لولهی باشه. هوا خارج میشه. میشه want. پس تلفظ want اشتباهه. I wanted یعنی من میخواستم. To که become بشوم شدن a doctor. یک دکتر I wanted to become a doctor. من میخواستم یک I wanted to become a doctor. I wanted to become a doctor. Julie wants to become famous. Julie wants to become famous. Julie, خانومی به نام Julie, want. خواستن want میخواهد اس سوم شخص فعل want گرفته به خودش به این دلیل که فاعلمون سوم شخص یعنی جولی جولی want یعنی جولی میخواهد to become که بشود Become شدن famous یعنی معروف become famous یعنی معروف شدن جولی wants to become famous جولی میخواهد معروف شود جولی want to become famous Julie wants to become famous. I will come between 5 and 6. I will come between five and six. I will come یعنی من خواهم آمد. ساختار آینده ساده است. یعنی بعد از will فعل به شکل اصلی. I will come من خواهم آمد. between بین 5 5 and 6 6 between 5 and 6 یعنی بین 5 و 6 به جای 5 and 6 میتونید هر عددی رو قرار بدید طبیعتاً I will come between 5 and 6 من بین ساعت 5 و 6 خواهم آمد I will come between 5 and 6 I'll come between 5 and 6 eating between meals is a bad habit. Eating between meals is a bad habit. Eating یعنی خوردن حالت ing فعل eat حالت اسمی داره یعنی خوردن between بین meals meals جمع meal وعده غذایی meals یعنی وعده های غذایی is است ا یک bad بعد که یعنی بعد habit. Habit یعنی عادت. Bad habit یعنی عادت بد. A bad habit یعنی یک عادت بد. Eating between meals. خوردن بین وده های غذایی. Is a bad habit. یک عادت بد است. Eating between meals is a bad habit. خوردن در بین وده های غذایی. عادت بدی است. Eating between meals is a bad habit. Eating between meals is a bad habit. Peter received a high salary. Peter received a high salary. Peter, آقایی به نام پیتر، received، گذشته فعل receive یعنی دریافت کردن و در اینجا یعنی دریافت کرد، a یک high بالا یا زیاد salary حقوق. High salary یعنی حقوق بالا. Peter received a high salary. Peter حقوق بالایی دریافت کرد. Peter received a high salary. Peter received a high salary. Jack suffers from high blood pressure. Jack suffers from high blood pressure. Jack, آقایی به نام Jack, سافر یعنی رنج بردن تحت تاثیر قرار گرفتن و در اینجا اس سوم شخص گرفته به خاطر فائل جک جک سافرز یعنی جک داره اذیت میشه داره رنج میبره from از های بالا blood خون pressure pressure یعنی فشار blood pressure یعنی فشار خون high blood pressure یعنی فشار خون بالا from high blood pressure یعنی از فشار خون بالا جک سافرز جک رنج میبره اذیت میشه from high blood pressure از فشار خون بالا جک suffers from high blood pressure جک از فشار خون بالا رنج میبرد جک suffers from high blood pressure جک suffers from high blood pressure